خواستم بیاین که دو تا موضوع خدمتتون عرض کنم. اول اینکه رفتین سراغ اسماعیل، چی شد؟ بله متاسفانه آلزایمر حاد دارم، بیماریشون خیلی شدیده. و اما موضوع دوم، نگاش کنین، خوب نگاش کنین، اسمش فریدونه، دست بزن داره، از دیوار مردم بالا میره، لوله اگزوز قلیونشه، تو بچگی فرستادنش اصلاح تربیت، همونجا دیدمش، خوشمزه بود، بزرگش کردم. بله کارگزار وصول مطالبات معوقه قراردادهای نوشته و نانوشته بنده است. همون شرخر میشه دیگه. حالا هرچی، نگاش کنیم، از هیکلش امواج شر میچکه. یه خورده حساب دفتری با ایشون دارم که باید صاف بشم. اگه طبق توافقتون عمل نکنین خونه به نام ایشون میشه. ایشون هم در کمال سخاوت و آبروریزی اسباب اساسی و زندگیتون رو فرش خیابون میکنه. بنده هم یه نامه فدایت شوم عذرخواهی برای پدر نجیب و شریف و محترمتون می‌نویسم. هنوز معلوم نیست تو مزایده برنده بشید و خونه رو بخرین. از الان دارین تهدید می‌کنی؟ یه قیمت دوبله سوبله دادم که بانک رو هوا می‌زنه، بقیه هم سوت بلبلی می‌زنن. خونه که به نامم شد، طبق توافقمون ذره‌ای ازتون اجاره نخواهم گرفت. به زندگی شیرینتون ادامه بدید. البته شما موظفین خیلی تر و تمیز گزارش روزانه از وضعیت امید و پیدا شدن جواهر بهم بدین. اگه جواهر به دستم برسه سند خونه میشه به نامتون. مال شما، مبارکتون باشه. من از اول موافق این کار نبودم، هنوزم نیستم. امید اصرار کرد اگه کاری میکنم یا چیزی رو به شما خبر میدم فقط به خاطر امیده، نه از ترس آقا فریدون. امیدوارم زودتر مرخص شی. خدا نگهدار.
لذت زیاد. عرض بنده درسته یا نه؟ عرض داده ببستنی. آقا نامشاد شرمنده کرد. نداشت کارت بکشن. خواهش میکنم. آقا شما بستنی و بله یه لحظه جواب بنده رو ده. من رو چه حساب و اعتباری 48 میلیون ریال معادل 4 میلیون و 800 هزار تومان دیگه باید به شما بدم. رو چه حسابی؟ آنام شد عزیزم ما زرفت سر خونه اول که مگه خودت نمیگی هیچکی کلاگیسته میفروشه نایاب شده مگه خودت زنت قول ندادی؟ خب من به خاطر تو دارم کار رو انجام میدم دیگه. الان هم آدرس خونه خودم رو داری، هم آدرس خونه پدر خانوم رو داری، هم نشونه دفتر خواهرم رو داری. بعدم به خاطر 4800 نمیام فرار کنم که مرسی یارو 100 میلیارد 200 میلیارد وام گرفته. خب سر جاشم نشسته بدهیش هم نمیده. جون تو دو قرط نیمش هم باقیه. آقا اوشون اصلا بحثش فرق میکنه، اما تو کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. آقا سویل من خیلی هم آدم حسابیه. راست میگه تو اصل حرفم عمیق شو. اینجا دیگه بستنی نگیر. آقا من اصلا نمیخوام عمیق شم. داداش من 48 میلیون ریال بهت بدم میشه معادل 4 میلیون و 800 هزار تومان. در مجموع میکنه 10 میل. اصلا به استایل تو 10 میل میخوره. تا حالا نزدیک دیدی؟ الان ما 10 میلیون تومان تو کیشم نمیشه رفت آقا نامشاد. راست میگی. سهیل. چه؟ تو کیشم منو نبردی آ. یک کیش. من تو کیش نبردم؟ نه. راست میگی نه. شما چرا مبحثو عوض میکنید؟ عزیز من 5 میلیون و 200 هزار تومان به شما دادم. درسته یا نه؟ بله بله. احسنتو. الان چرا باید 4 میلیون و 800 تومان دیگه بهت بدم؟ تازه میگی کلاگیسم گیر نمیاد نایابه. من که بعد تعیین میکنم بالاخره بین همکارا انقدر اعتبار دارم میتونم یه دونه تعیین کنم. خدایی؟ این کاپوت گرم آب میشه. آها. خدایا بستنی دوست نداری نه؟ حالا دلیوریش کی هست؟ ببین هر وقت پولو برام بزنی 48 ساعت بعدش به تحویل میدم. اینم به خاطر اینکه میخوام جنس خوب بعد پیدا کنم. خب میخوام شب عروسیت بدرخشیم. شایم لایک رک دایمون. شایم لایک رک دایمون مارکشه. آره دمت گرم. همه آدرساتونو دارم ها، پیگیرم ها. همه دارم معروفه کل تهران منو میشناسن. حواست باشه ها، پیگیرم با اجازه. خسته نباشید، زیادم نخورید کالری. خدا ناراحت هم داره چشم نبادم باید بشه. ای بابا اینجا همیشه آنتن داشتا. بگی بالای بالای دیگه. بیا سلام همکار، خسته نباشید. تو چرا لباس فرم پوشیدی؟ بابا در جریان نیستی شما؟ من آقای آهی. بله. کجا داری میری؟ شما چرا رفتی اون بر؟ چون اتاق سرنگهبانی اون بالاست. ای بابا مطمئنی این بر نیست؟ این بر خیلی کار بیشتره. ببین بخوای از اولش حرف گوش نکنی لباس حتن در میارم. در بیار اصلا. نه چشم باشه. من حوصله نه بیا در داری میارم. نه میخوام بالا کجاست من خودم. برو بالا. منو سیاه کنه. آقای آهی اسب لا برو بالا. خسته نباشی. حواست به همه جا هست؟ آقای مرغابی من گفته با شما من کار دفتری نمی کنم. نفهمیدم چی گفتی؟ کار دفتری نمی کنم دیگه. لباسا رو نه خواهش کنم در بیار. من تحمل ندارم کسی رو حرفم حرف بزنه. من اصلا عاشق کار دفتری، من بچگی دنبال کار دفتری می داشتم. دست چپ برو همینه؟ بله چشم ببخش. این کارو نمی کنم اون کارو می کنم. هر چی بهت گفتم سمول بود. آخه پشت میز که نمیشه انرژی تخلیه کنم. من خشممو کجا تخلیه کنم؟ توی کشو تخلیه. تو چرا دست به وسایل من زدی؟ تو برای چی لیموی منو بذار اونجا؟ ببخشید. ببین کار امروز دیم تو باید امروز این بادکنک ها رو باد کنی. هر چی بیشتر این بادکنک ها رو باد کنی پیشرفت سریع تره. چه ربطی داشت؟ بازار از کجا شروع میشه؟ یه سرش از پاچنار، سر شمالیش هم میخوره سبزه. من آدرس خواستم از پادویی. فوتبال چی؟ از پادویی؟ عزیزم از زمین خاکی. شوفری چی؟
زمین خاکی؟ نه، گیج موتور، تنظیم باد لاستیک ماشینا، نگهبانی چی؟ اونم از گیج موتور. تو چرا همه یکی عقبی؟ از کار فرهنگی، از باد کردن همین بادکنک‌ها. آقا واسه من مثال نزن، من خودم استاد مثال زدنم. چی شنیدم؟ بلند شو؟ بله. لباسا رو در بیار اخراجی. خواهش می‌کنم ببخش. تو جنم این کارو نکردی. ولی مسخره بازی در میاری. تو چیسه بوکسیت که سقف رو بردی پایین. اینم از روز اول کار کردن که می‌خوای قرقر کنی. خواهش می‌کنم من باد می‌کنم پیشرفت می‌کنم. دفعه آخرت باشه. چشم چشم. این سفیدا برای تیم رئال. این آبی اناری هم برای تیم بارسا. خوب بادش کن. فهمیدی؟ 500 بیشتر نی. 500. بله، اگه آدمای بیالو در نیار. بجون. تازه از شر کیسه بوکس خلاص شدم، الان باید بیفتم تو تله بادکنک ها. مردی؟ بله بله. حواست به این باشه نپیچه. بله چش. های چیکار میکنی؟ من هیچی، اومدم یه هوایی عوض کنم. تو مگه نتونستی هوا بخوری؟ در و پنجره هم که بازه. خب پس هیچی دیگه، حله. بفرمه شما. من هستم، شما بفرمه. آقا قدرت میگم از زیر کار در میری؟ نه من که هستم. ببخشید اون آقا عصبانی صبونه شو بهش دادین چنگیز خان. شما به کارت برس. چشم. بینگری سوهیت نیرو کم ندارم، نیرو به درد بخور کم دارم. گرفتی خوابیده یاره؟ اونم ساعت اداری؟ نیرو من باید قدرتمند باشه، فهمیدی؟ نبگیری به خوابه. اونه خاله هست؟ دنبال من را نمیفتی ها؟ دنبال من نیا. آقای آهی، امید آهی، تو چرا اینجوری شدی؟ دیگه لپ باد نمیشه. همه رو با لپت باد کردی؟ پس من این دستگاه رو برای چی گذاشتم اینجا؟ روش کرده سراحت کنم. تو با خودت هم دشمنی داری پسر؟ واقعا جون که نباشه در عذابه. هم ببین کاری نداره اینا. این دستگاه رو میگفتم یه باد کنک میذاری؟ تمام. آقا یکی دیگه باید کنم بیا. قرمزش هم باید میکنم. کاری نداره. ببین این دستگاه رو راحت ازش استفاده میکردی. حالا من تو رو با این قیافه چجوری بمرد میشه زنه؟ سارا اومده. پس چی؟ کلات کو؟ بلند شو. بلند شو دیگه. بلند شو. بلند شو. بیا کلاتو به سرت. نه. چته؟ همه جان در دیوار چه دارش کمی هرم میخوشن. باشه درست میشه. حالا بریم. بیا بریم. برو برو مینا. یواش. فقط هم از این که امید بیاد من یه سوال دیگه از شما بپرسم. میخواستم ببینم که اون برای تو پژوهش کرده همه بیماره شما سابقه دارن؟ بله همه سابقه دارن. باید سابقه دار باشن که بشه جرائم تکرار شونده. درسته. من از شما میخواستم بپرسم این پژوهش کرده چرا اینقدر برای شما سواله؟
نه من آخه چون که وکیل هستم، خب این قضیه حبس درمانی برای من جذاب شده. همین خانم راه نیفتیم بریم بیرون بگین حبس درمانی ها. نه پژوهشکده زندان نیست، این یه پروژه آزمایشیه. این پروژه با هماهنگی چندین نهاد و ارگان و وزارتخونه چند نفر از سابقه‌دارا رو در اختیار ما گذاشتن که ببینن این تئوری و تحقیقاتی که من سالها کردم در عمل جواب میده یا نه. همین. متوجه شدم. من قبلا هم خدمت شما گفتم که اگر شما سوال حقوقی دارید از آقای دکتر میرزایی بپرسید. میپرسم. من الان میام خدمت. بیچاره شدیم رفت. چی شده؟ چی پسر حالش خوب نیست شوهر این خانم بچه؟ چیزی شده؟ نه اصلا مشکلی میدونی رفته همه باد کنک ها رو باد کرده باد من. چند تا؟ 178 تا 300 تا رو. مشکلیه؟ اگه چیزی هست به من بگیم. نه خانم مرد قانون رو داریم تیمی میکنیم. من بهش پمپ بادم دادم ولی همه رو بادم باد کردی چیکار کنم؟ این زنش وکیله، اگر عارض شد ببین کلت رو میکنم ها. شما مدیر اینجایی. من یه نگهبان جزم برم درخت رو ببینم جا به جا نشده. خیلی خدا قدرت آقای دکتر. سلام. الان چیز میشه؟ شما تشریف ببرید داخل، الان امید بیاد. حالتون خوبه؟ خوبم. تشریف ببرید. میاد الان امید. خودم چه بلای سرت آوردن؟ نوب شکم دیواره دستگاه روشن نکرد. خیلی خوب نمیخواد چی بگی، اینجا هر روز داره یه بلای سرت میارن. بیا ببرمت خونه. پیداش کردم. کجا؟ اونجا پژوهش کرده؟ پژوهش نگه باش اسم امیده. امید جان عزیزم آخه اینجوری که نمیشه، نگهبان که نمیتونه از بین اون همه آدم بره کف اتاقو بکنه. بریم خونه. نه اصلا در آوردن جواهر بعد مقیم پژوهش کرده بشه که سر فرصت بتونی درش بیاری. چجوری؟ امید تو شانس زیادی نداری، اون بریا همه سابقه دارن. چه اینجوری نگاه میکنی؟ جدی گفتم آدم خطرناک توشون خیلی هست. دیگه اصلا از اینجا به بعد صلاح نیست جلو بری. کتا بیا. نه به خاطر خونه تو دیگه راسته اقبال گفت مطمئنه تو مزایده برنده میشه، دیگه همین روزا خونه رو میخره. پس حتما باید برم پژوهش کنم. کمکم کن. یه راه بیشتر نداره که البته اونم قطعی نیست. تا جایی که من فهمیدم باید جرم داشته باشی، جرم تکراری. تو سوء سابقه نداری، یه چند تا چیز میزدی شکوندی، یه پا هم شکستی. گلدون رو که میدونم، برای چی داری توضیح میدی؟ بعد یکی رو بزنی یه جوری که ازت شکایت کنه که محکوم شی. چی جوری بزنم؟ حرف میتونم برام حالا یکی بزن حرف میزنم
لولش میکنم از روش رد میشه همه میخورش موز نیاوردی بود مرزی همونجا که گفتم باید میرفتیم بابا مک ماشالله ایول نام شد 4800 ریخ چه پیگیریه نتونم پیدا کنم چی سوهه چه میام حالا الان دیگه خودمونیم های چی کار کنی از 5200 اونی میشه نمونده برامون میدونم خوب شد شماله رو نرفتیم سوهه بله الان کلاگیس خیلی گرم شده 11 تومن نه بابا به خدا پس اگه گیر بیاریم نه الان نمیشه پیدا کرد که نه ترس ما قرار نیست پولی بدیم خواهی علیاف بخری؟ علیاف چیه بابا؟ موی طبیعی پست امروز هم ندیدی؟ چرا دیدم؟ کی توت شده؟ این دوماد پسرموی بابامه دیگه فکر می دسته داشت خوبه همیشه بیفادی می زد زیر آباز آها امید هر داشته در می آبول اینجور اینجوری دیکن آره آفه سوهی؟ جونم پسر خاله جوون من ما توی تصدیت مامانم نگفتی من صد خوش قلبه فوت میکنه تو واسهش پست میذاری خدا بیامرز پسر خاله جوون شما رو پسر خاله جوون شما کلاگیش سرش میذاشت آفرین سوه افتخار میکنم آره نمیخوای بخری؟ باقا باید بخرم یعنی از دوماد پسرموی بابام یک کلاگیش هم به من نمیرسه نه خب سوه نمیرسه چی بگم بالا عمرن ندونن چند شده بازه دست دوبام هم هستی فوقش یه تو آنم آدم بهشون میگه یه میت رو با کلاگیس نمیذارن تو خاکی مرسانش کجاست؟ مرسانش سفید کمره میخوایی بریم سفر؟ میدونی نظر من چیه؟ چی؟ میتونیم این مراسم ختم رو با ماحصلمون هم یکی کنیم اگه تو دوست داری نه من میخوام برم کیش من اصلا همون کیش میخوام برم کیش؟ مرزیه همیشه دوست داشتم باهات زیر بارو قدم بزنم مگه الان بارون میاد؟ نه الان اینجا بارون نمیاد کیشم هم دقیقا هواش همینجوریه ولی این سفید کمر باورت میشه همیشه بارونه میکنه الان روشن شد ماشین سرپاس آمپرش خرابه اتفاقا تنها چیزیش که سالمه آمپرشه بنزین نداره اینقدر نداره؟ این دیگه ماشین شهرم نیست چه برسه به جاده میری تو را میذارتتون ها حالا اگه خیلی اصرار داریم بریم مثل با بستولو با اتوبوس بریم بدون دردسر مرزیه سویل جانم من چقدر بهت گفتم به خواهرت رو ننداز من نتونستم این ماشین بده نیست نرو من میرم سوی نرو مرتی سوی با میخوام برم بابا من نمیتونم بهتون نه بگم آخه به خاطر من سوی جون خودمون بلد بدیم اتوبوس بگیریم چون دوتایی بریم تو جاده یه صفایی کنم یه بستنی بخوریم 4 سال معطله نتونستم بهش یه عروسی بگیرم خودش خانوم معلومی شوهرش کجاست چش نداره خوشی ما رو ببینه سارا دیشب اگه بابا وساطت نمیکرد محال ممکن بود به خاطر اون گندی که سر دلار زدی من تو رو ببخشم و باهات آشتی کنم و بابا اصلا وساطت نکرد با من آشتی بکنی اتفاقا تمام مدت روی صحبتش با جناب عالی بود که بفهمی چه بلایی سر ما آوردی ولی تا آخرم نفهمیدی ببخشید سارا خانم بابا اصلا میدونستن دلارا رو کی سوراخ کرده بگو دیگه سارا خانم میدونستن ها مرزی اینو عادت دارن همیشه کاسه کوزار سر این زبون بسته میشکنن مرزی این زبون بسته است بله سوارشین فقط برین از اینجا برید دیگه زود باشین سوهیل بریم مطمئنی نمیخوای بیای؟ او خدا بیامرز کلنس داری نیم ساعت که بیشتر نمیدیدیم اونم 25 دقیقش داشت با چش بسته آواز میخون من همینجا برش فاتحه میخونم میرسه بهش فقط موندم شما تو این همه گرفتاری داری کجا میری سوهیل خان اجازه بده من تعجب میکنم مال دنیا با تو چیکار کرده تو اینجوری نبودی آدمو باید اهمیت داشتن مرزی اینکه شما تو مال دنیای ما چیکار کردی که بماند ولی حالا که اینقدر آدما برات اهمیت پیدا کردن حواست به آبروی بابا اسدالله هم باشه
این قضیه مراسم رفتن شما نشه مثل اون عیادتتون از آقای اقبال حیثیتمونو ببریم. یعنی آدم اینقدر بی فکر این مخ آکبن بره زیر خال یه خود کار بگیرن یه خود آی دکتر حالش چطوره؟ چرا حال اونو میپرسی؟ حال منو بپرس که پیرم. ببین چی دارم بهت میگم، تو هر روز داری از اون ور هلک و هلک منو میاری اینجا، یه روز دستشه یه روز پاشه یه روز سرشه. بابا من دیگه خسته شدم نمیتونم، خون که نکردم که دست شما درد نکنه. درزم بله، هر بلایی سر خودش آورد این دفعه میندازی رو دوشت یا هر کی دیگه من نمیدونم میارینش مطب. عجب گرفتار شدم. امید جان بهتری؟ بهترم ولی کم درد دارم دیگه. دکتر گفت خدا رو شکر جداره دیواره شکمی کش اومده. ها جداره خودت، من هنوز نگهبانم. بابا من تو عمرم کاری تر از تو ندیدم. اصلا نگهبانی تو پوست و گوشتته. اگه وارث اجازه میداد من به این زودی ها ولت نمی کردم. اجازه نداد؟ نه. مطمئن دیگه ها؟ آره دیگه من دارم بگیم. خیالم راحت؟ خیال تخت تخت تخت. ببین امروز فقط استراحت کن. اون جلسه کجایی مشاورتم با اون وارسته کنسل کردم. این چیز اضافه است. همین چیزی که من دارم میگم اونم میخواست بگیم. بگی بخواه. من رفتم. خیالم راحت نیه قدرت. باید یکیو بزنیم یه جوری که ازت شکایت کنه که محکوم شی. نادر. نادر. با تو نیستم اگه نادر. بیا بیرون بینم. چته میری بیرون یا پاشا با چکولگت ننزمت بیرون؟ حالا هر وقت تونستی بلنشی من خودم میرم بیرون. بیا پاشایی؟ داشتی واسه قدرت فیلم بازی میکردی؟ جواب اینه اون فیلم جک نیکلسون سرخ بوسته. جونه من اینو بکنم که برم. کجا بری؟ میخوام برم لطف برم. مگه مرض داری؟ آخه مگه من چه ایزا بتری به تو فروخته ها؟ واسه اون تیزر میگی؟ واسه اون تیزر که خاطر من خوردی بابا چیزی نشده که. یا میبینیم با گفتگو حلش میکنی اتفاقی نمیفته. دست به من نزن. میخوام برم دیگه لطف بدم. تموم شد. تو رو خدا، تو رو خدا لو نده، تو رو خدا لو نده. ببین من بدون گوشی میمیرم. تو رو خدا تو بدون گوشی میمیری، منم بدون اینکه کسی رو بزنم میمیرم. میدونی چند روزه کسی رو نزدم؟ چند وقته؟ نمیدونم، خیلی وقته. اونم منی که تو روز اگه سه وعده کتک کاری نمیکردم روزم شب نمیشد. خب تو ببین الان حالت مساعد نیست، من میرم حالا بعدا نوصال ببینم. توافق کن. ببین توافقمون اینه که اینجا نمیزنم، باید توی جمع بزنم. در این صورته که فقط لود نمیدم. یعنی من جلو همه باشتم تو منو بزنی؟ بله، فقط به یه شرط. میخوای منو بزنی؟ شرطم میذاری؟ تو خیلی آدم پر روی عقده بی خیلی اگران لو میدی؟ خب شرطت چیه؟ باید ازم شکایت کنیم. بدون شکایت حال نمیده.
میشه همون کیسه بوکس رو بزنی ها؟ نه نه کیسه بوکس صدای مد نظر من نمیده. صدای مد نظر چیه دقیقا؟ یه زجه طوری که از حنجره آدمیزاد میاد بیرون. خب منم فکر کنم مثلا کیسه بوک میتونه از آدم شکایت کنه. نه دیگه مثلا بریم اونجا که سلام خسته نباشی نه آدم شکایت کنه. به آدم میخندن. میگن تو کیسه بوکسی وظیفت اینه که بوکس. اصلا دیگه نمیخوام مثال بزنی. خب منو بزن. خب فقط جون اینا رو تو سر و صورتم نزنی. حواست به این انگشت من باشه. من با این انگشت بازی میکنم بدون اینکه میمیرم. باشه قبول قول بده. قول بده. کجا میپیچی به بازی؟ نه نمیپیچم. تو الان عصبانی هستی من میدونم. تو محکم میزنی. بابا من عصبانی نیستم. من آروم میزنم. فقط تو محکم سر صدا کن. باشه. فقط یادت در آواز شکایت کن. شکایت کن. الان. یا! چیه؟ چطونه؟ نگاه میکنین؟ آره من زدم، من زدم، من قاطیم، همه رو میزنم، آی ام جنگ رو از ها چیه؟ چیه؟ داغونت کردم، اما از فردا همین برنامه است، هر روز اینجا میزنم اتفر. گوشی؟ بله، گوشیش هم میشکرم، کارم همینه، من دیگه قاطیم، این چیز عالیم نیست. چیه؟ چطه؟ گوشی و شکون نمیشون؟ بله که شکون نم. آقای کوشکی درو بزن. ما رسیدیم دم در. بیا. بیا. آفرین، آفرین کوشکی. ببرنش، آروم. بده من شده باز. هیچی کتک خورده. از کی؟ از نادر دیگه. نادر؟ بله. کوچولوئه؟ دقیقاً همون کوچولوئه. آره، ببرنش. کوچولوئه، ولی بی هواز زد نامه. بیا جنبال من. عجله کنی. بسه دیگه اینقدر آهو ناله میکنی؟ آروم 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 چرا آشلاشی؟ از نادر کتک خورده همون کوچولوئه؟ آره همون کوچولوئه بی هوا زد نامردی برنش برنش آروم 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 چیه؟ چیه این کیه؟ کی زده؟ نادر واقعا؟ همون کوچیه؟ آره همون کوچیکه چطوری؟ بی هوا موفق باشی. همینجا میدهیم میام. همینجور شما هم بلی. منادی. رضایی. شما بیه. چه؟ بله. سرش رو بریم تو. من کمرم درد میکنه. برو بینم. کمرم درد میکنه. بجوم. آقا دنبال ما را نیفتی. بریم دنبال زندگی چون. بیارش. متفرق شی. دکتر. دکتر نظری، آقای دکتر نظری، آقای دکتر، به دادش برس. امیده، زودتر از اینها منتظرش بودم. باز چی کار کردی با خودت؟ این دفعه دیگه کتک خورده، انادر. از اون کوچولوئه؟ بله. خیلی خوب، بیارینش، بیارینش اون ماده بخواه. بیارینش. نمیشه داره چشای ما رو نبندین؟ من خوبم ها. اگه تو فردا بسته باشه بهترم میشی، ولی خدا خیلی بدرم کرد. اون که بله، از این جهت میگم که من مثلا خواستم اینم اینجا چه شکلیه، نیست که ما همش اونوریم. حرفای میزنی. خب اینجا هم مثل اونجاست، فرق نداره که، فقط یکم قدیمی تره. نه فرق که خیلی فرق میکنه، اینجا سر داره اونجا نداره که. اینجا داشت، خیلی ساله بریدنش. خیلی وقت یعنی کی دکتر؟ اون موقعایی که آقا جون دندوت پوشی لبه سبز نشده بود. سر و سقاپ هم بریدن؟ اینجا فقط همون یه سر رو داشت. ببینم تو سر و سقاپ رو از کجا شنیده بودی؟ من چیز نمیدونم، چون رو هوا شنیدم. کی گفت؟ شما شنیدین دکتر؟ من نشنیده بودم، دیده بودم. همون موقعی که منو آوردن اینجا اجباری. آخه اینجا قدیم زندان شهربانی بود. آه پس همینجاست. این سرف
قضیهش چیه دکتر؟ یه سرو قطور بلند بود که زندونیا میرفتن پشتش سقاب بازی میکردن. ببینم تو سقاب میدونی چیه؟ سقاب نه. همون بهتر که ندونی، چیز خوبی نیست. آقا هر روز اینجا دعوا بود و سر صدا. افسر زندان که فهمید اومد ما رو نوبتی مأمور کرد که پای این درخت پست بدیم. به خیال خودش بساط سقاب رو جمع کرد. سه شنبه ها افتاد به من. حالا من بودم و اون درخت سر و یه چوب تعلیمی. چوب چی تعلیمی؟ آقا شب تا صبحم پست میدادم. بعدن هم بساط بازی رو جای دیگه ای پهن کردن. ولی اومدن این درخت رو قطع کردن. ولی باز من سه شنبه ها چی پست میدادم. ولی سه شنبه ها آقا من رفتم درس خوندم، خوندم و خوندم و خوندم تا دکتر شدم. اومدم همینجا دیدم اه با سربازا دارم پست سقاب پای میزن. حالا نه خودشون نه افسرشون نمیدونستن چرا وای میزن، ولی بالاخره پست میدادن. ببینم اسم تو چی بود؟ امید. امید، امید خان، امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. سه شنبه. چه عمری از من تلف شد. چه داستان آموزنده بود دکتر، دست درد نکنم. فقط این سربی که گفتین کجای محوطه بود؟ حالا اصلا حدودی هم بگین قبول ها. جان؟ دکتر؟ دکتر؟ دکتر کجا رفتین؟ دکتر رفتین دستشویی؟ دکتر؟ دکتر کجا این؟ همین حدودا بود اینا، همین جاها. آه دکتر، دکتر خوابیدین؟ خودتون رو زدین به خواب، منم باهاتون حرف میزنم. دکتر؟ نکن از این هست که قلبش سمت راستشه. نبضتون رو بدین، نبضتون رو بدین لطفا. نفس عمیق، نفس عمیق رو کش. دکتر، دکتر خواهش میکنم، دکتر نمیرین، دکتر خواهش میکنم نمیرین، نه الان نمیرین. قدرت کمک کنین، قدرت نگهبان کمک کنین. دکتر هم نمیزن، دکتر مرده. دکتر خواهش میکنم، تنفس دهان به دهان چجوری بود؟ نه دکتر نمی، خواهش میکنم قدرت کمک کنین، نگهبان کمک کنین. دکتر خواهش میکنم، دکتر نمی. دکتر الان وقت رفتنه. قدرت من میترسم دکتر، دیگه حرف نمیزن. دکتر خوبم، خواهش میکنم قدرت. قدرت چه کار کنم؟ بساز